سه تا کلاس را هم به عنوان کلاس های تنوع شیعه که هم بعد الهی داره، بعد ارتباط با خدا داره، بعد دل و عشق داره و هم بعد سیاسی داره و همیشه هم اسلحه ایست که با اون اسلحه جامعه میتونه خودش رو نجات بده. یکی مطرح کردن حضرت زهرا سلام الله علیها بود، پرونده قتل حضرت زهرا بایگانی شده بود و جامعه فراموش کرده بود که دختر پیغمبر که آیات فراوانی از قرآن مستقیما در شأن نازل شده در سن جوانی بسیجی ولایت شد، جان خودش رو برای بسیجی ولایت داد حضرت زهرا و قتل رسید برای حفظ فرهنگ ولایت. اینو امام صادق زنده کردن حضرت زهرا رو در جامعه برای علاقمندان به آل بیت عصمت و طهارت داغ حضرت زهرا رو در دلها تازه کردن تا به صورت یک خبران انتجاب نمیشه بینید. مسئله دوم در کنار دانشگاه عظیم بی سابقه و بی لاحقه امام صادق علیه السلام که یک دانشگاهی به حساسیت دانشگاه امام صادق علیه السلام نبود، همین دانشگاه رو گاهی به خاطر عزاداری به امام حسین، گریه بر امام حسین، امام صادق علیه السلام تعطیل می‌کردن تا کمیت بازخان می‌آمد حضرت شاگردانشون را آماده می‌کردن و علاوه می‌فرمودن به بانوان هم که سهم می‌دارن. این بانوان در انقلاب‌های دینی و در فرهنگ معنویت سهم بالایی دارن. حضرت می‌فرمودن حالا بازار بازار ایناست، پرده بزنید، زنان بیان و گریه کنن بر امام حسین علیه السلام. نکته سوم فرهنگ انتظار بود، فرهنگ قیام حضرت مهدی رو و تحول عالمی که با دست حضرت مناف واقع بشه. امام صادق خودشون جز چشم دراغان حضرت مهدی بودن و گاهی در حضرت مهدی عاشقانه گریه میکردن که صدیر میگه ما با جمعی در خدمت امام صادق وارد شدیم، دیدیم حضرت روی خاک نشستن، های های گریه میکنن و قطرات عشق چشمشون مثل عبر بحار به گوله های مبارکشون میریزه و زمزمه عاشقانه دارن. سیدی غیبتی که قدر نفت رو بازه این تعلیل ما جبر سنده آقای من، همه کاره من، مولای من، غیبت تو، پنهان زیستی تو، خواب را از من رو بودست، یه خوابم نمیبره دست یکی کنم. همه همون تعجب کردیم، امام صادق خود به دایره عالم امکانه که تو میگه سیدی، کی از بالاتر از امام صادق علیه السلام باشه؟ ما نشستیم با گریه امام اون گریه کردیم، مثل مردم ما که با ناراحتی باب زمان ناراحتن، با خوشی امام زمان خوشی هم خوشن، میگه که ما نشستیم با عزت گریه کردیم. بعد که از یه خدا آرام شدن گفتم آقا منظورتون چی بود سیدی غیبتی که قد نفس رو قاضی؟ فرمودن که صحیفه جدم امیر المؤمنین رو میدیدن، مردم آخر زمان رو دیدن مبتلا به غیبت فرزندم حضرت مهدی میشن، بیاد حضرت گریه میکردن. حضرت این سه موضوع رو به عنوان فرهنگ برای جامعه شیعه جا انداختن تا شیعه با این سه ابزار خودش رو بتونه بیمه کنه. ما فاطمه داریم، ما حسین داریم و ما مهدی داریم که در انتظارش هستیم.